امروز میخواییم داستان مردی رو براتون تعریف کنیم که از اونجایی که سالها برای یه شرکت خصوصی قتلای حرفه‌ای انجام میداده و حالا به خاطر 50 سالگیش داره بازنشست میشه، شرکت حاضر نیست بهش پاداش بازنشستگیشو بده و به خاطر همین مدیرش تصمیم میگیره کلکشو بکنه. به کانال فیلمینو خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم پاولر. در ابتدای داستان میریم به ویلایی توی جای خوش آب و هوا از کشور شیلی و میبینیم یه مرد داره با یه بیبی سایز 75 به نام سیدنی عشق و حال میکنه، اما همزمان یه تکتیرانداز به نام فاکوندو که همدست سیدنیه اونا رو هدف گرفته و همزمان دو نفر دیگه به نامهای هیلدی و الکس هم با اسلحه به سمتشون میرن. یکم بعد فاکوندو به مرد شلیک میکنه و هیلدی و الکس هم کارشو یکسره میکنن و دست جمعی با یه هلیکوپتر از اونجا میزنن به چاک. بعدش میریم به شهر واشنگتن و مردی به نام دانکن رو میبینیم که برای معاینه میره پیش یه دکتر و اینجا ما میبینیم که بدن دانکن خراش‌های زیادی داره، چون اون یه قاتل حرفه‌ایه و در شرف بازنشستگیه. اون میره پیش وکیلش چون دانکن قاتل خصوصی یه شرکت بوده و طبق قانون اونا باید تو تولد 50 سالگیش یعنی تا 14 روز دیگه بهش پاداشش رو پرداخت کنن که میشه حدوداً 8 میلیون دلار. بعدش زنی به نام ویون رو میبینیم که میره با دانکن ملاقات میکنه، چون اون یه جورایی رابط شرکت با قاتلاش به حساب میاد و بهش از طرف شرکت در مقابل 1 میلیون دلار دستمزد ماموریت کشتن یه نفر تو بلاروس رو میده. اینجا ما میفهمیم که لقب دانکن قیصر سیاهه و اون خیلی راحت به خاطر کم بودن دستمزدش اون ماموریت رو رد میکنه. دانکن به کلبه شخصیش توی منطقه برفی میره و شب که میشه خواب یکی از ماموریت‌هاشو میبینه که البته ما فعلا نمیدونیم که دقیقاً جریان چی بوده. صبح روز بعد دانکن متوجه دختر همسایش میشه که داره به سختی هیزم میشکنه و به خاطر همین دور از چشم دختره تمام هیزماشو براش میشکنه. شب که میشه ویون به دانکن زنگ میزنه و بهش پیشنهاد 2 میلیون دلار میده که اون قتل رو براش انجام بده و اینجا ما میبینیم که دانکن هر 30 ثانیه یک بار سیم کارتش رو عوض میکنه تا کسی نتونه ردشو بگیره. تو همین لحظه ما میبینیم ویون تو اتاق بلوت رئیس شرکته و بعد اینکه میفهمه که بلوت میخواد دانکن رو تو بلاروس بکشتن بده تا بهش پول بازنشستگیشو پرداخت نکنه، ویون بهش هشدار میده که قیصر سیاه آدم خطرناکیه. خلاصه دانکن با یه جت خصوصی بدون در جریان گذاشتن شرکت به سمت بلاروس میره و تو هواپیما بازم کابوس اون عملیات رو میبینه. اون با لباس تعمیرات وارد یه هتل میشه تا آدم مورد نظر شرکت رو به قتل برسونه. دانکن به طرف میگه من میدونم که هدف این عملیات خود منم و ازش میخواد که اسم کسایی که به دنبال کشتنش هستن رو بهش بده، اما اون میگه من از چیزی خبر ندارم. و بعد اینکه دانکن با یه مته شکنجهش میده و مطمئن میشه که طرف چیزی نمیدونه، میزنه مخش و میریزه تو حلقش. اون بعد گرفتن یه عکس از صورت طرف به ویون زنگ میزنه و میگه برام پیش پرداخت عملیات بلاروس رو پرداخت کن تا برم انجام بدم. ویون هم فوراً 1 میلیون دلار میزنه به حسابش و دانکن هم در جا عکس طرف رو براش میفرسته و بعدش بخش دوم پولش رو میخواد. بعد از عملیات دانکن به کمک یه زن و پسر بچهش خیلی ریلکس از هتل میره بیرون و بعد دادن دستمزد زنه اون به خاطر شغل دانکن یه چک میخوابونه زیر گوشش و از اونجا میره. بعدش ویون فوراً میره پیش بلوت و بعد اینکه جریان رو براش تعریف میکنه ازش میخواد
که بخش دوم دستمزد قیصر سیاه رو بهش پرداخت کنه، وگرنه باید تا آخر عمرشون خودشونو توی سوراخ موش مخفی کنن. همون روز میبینیم که بلوت افرادش رو فرستاده سراغ حسابدار دانکن تا آدرسش رو پیدا کنن، و بعد پیدا کردن سه تا آدرس میزنن طرف و میکشن. چند روز میگذره و یه روز دانکن اتفاقی دختر همسایه‌ش رو تو فروشگاه میبینه و اون بعد دیدن دانکن بد جوری شوکه میشه. از اون طرف سیدنی میره در یکی از خونه های دانکن و از اونجایی که اونا تا حالا دانکن رو ندیدن و قیافش رو نمیشناسن، یه مرد سیدنی رو میبره داخل خونه، اما بعدش اون میخواد زورکی و با روش های هاردکور ترکیب سیدنی رو بده و همین باعث میشه که سیدنی بفهمه که اون مرد قیصر سیاه نیست و بقیه دوستاشو خبر میکنه که وارد خونه بشن. اونا که سعی میکنن جای دانکن رو از زیر زبون طرف بکشن، میبینیم سیدنی از تو آشپزخونه یه چاقو برمیداره و بعد اینکه هیلدی مرده رو میکشه، میره میشینه رو سینه‌اش و با چاقوش پارش میکنه. بعدش دانکن توی کافه سر صحبت رو با دختر همسایه‌اش باز میکنه و میبینیم همون شب دختری یه جور خاصی به کلبه دانکن نگاه میکنه. روز بعد گروه شرکت بعد رفتن به یکی دیگه از آدرسای دانکن چند نفر رو هم اونجا میکشن و بعدش فاکوندو گزارش کارشون رو به ویون میده و میبینیم همزمان ویون هم یه مرد رو زده ناکار کرده. اونا به آدرس سوم دانکن میرن و اونجا هم اونو پیدا نمیکنن و فقط به جاش یه مرد گندبک رو پیدا میکنن و میزنن انخونش رو یکی میکنن. بعدش دانکن با دختر همسایش که اسمش کامیله توی کافه قرار میذاره و بهش میگه من تو کار کفن و دفنم و برای این کار به کشورهای زیادی سفر کردم، و بعدش یه روز براش یه اسلحه میخره و بهش آموزش تیراندازی میده، اما کامیل وسط آموزش گریش میگیره. از اون طرف آدمای شرکت از طریق آخرین تراکنش دانکن میفهمن اون توی جای سردسیره و فوراً میرن سراغش و میبینن بعد خرید یه کادو از یه مغازه میاد بیرون. اونا سیدنی رو سر راهش قرار میدن که وانمود کنه ماشینش خراب شده تا برای شارژ کردن تلفنش ببرتش به کلبش، و اون شب سیدنی شروع میکنه به کرم ریختن برای دانکن و اونم مشغول ترتیب دادنش میشه. اما همزمان فاکوندو با تکتیراندازش دانکن رو هدف گرفته، اما دانکن دستشون رو میخونه و سیدنی رو میذاره جلوی گلوله. Gunda, find him. I'm on it. I got nothing. Fuck. Did you hear that? I'm going to kill you. Activate Plan B. Try not to be scared. دانکن بعد کشتن تمام افراد شرکت کلید یه مسافرخونه رو تو جیب یکیشون پیدا میکنه، اما میبینه فقط یه دختر معتاد اونجاست و اینجا دانکن میفهمه که اونا قصد داشتن کامیل رو بدزدن و بعد برگشتنش به کلبه کامیل میفهمه قبلن یه عده اونو با خودشون بردن. بعدش میبینیم بلوت از کشته شدن افرادش که یکیشون دوست دخترش بوده بد جوری عصبانیه. از اون طرف دانکن از طریق یه پیرمرد که قبل برای شرکت کار میکرده میفهمه که احتمالاً اونا دختره رو به امارت بلوت بردن، اما بعدش اون موفق میشه با نامردی دانکن رو بیهوش کنه و تحویلش میده به آدمای بلوت. اون روز اول به دانکن میگه قرار نیست فوراً بکشمت، بلکه میخوام زجرکشت کنم. یکم بعد اون بهش عکسای کامیل رو نشون میده که به مواد معتادش کرده و بعدش شروع میکنه به شکنجه کردنش و چند روزی این کار رو انجام میده تا اینکه دانکن موفق میشه قفل زنجیرش رو باز کنه.
دانکن تو تاریکی شروع میکنه به کشتن افراد بلوط و بعد بیرون اومدن میره پیش یکی از دوستاش به نام جزمین و با تلفنش به ویون زنگ میزنه و میگه میخوام باهاتون در ازای دختری یه معامله بکنم و بعدن دوباره بهتون زنگ میزنم. اون شب دانکن دوباره کابوس اون عملیات رو میبینه که اینجا باید بدونید که تو اون عملیات دانکن باعث مرگ پدر و مادر کامیل شده. چند روز بعد دانکن با کمک جزمین یه عالم ادوات جنگی تهیه میکنه و بعدش به ویون زنگ میزنه و عمدن کاری میکنه که اونا بتونن رد تماسشو بگیرن و قبل از رسیدنشون توی سوله بزرگ ادوات پیشرفته جنگیشو کار میذاره و بعدش آدمای شرکت میان سراغش. همزمان بلوط با دوربین هایی که به سربازاش وصله داره اونا رو میبینه. دانکن به ویون فرصتی میده که به احترام گذشتهشون از اونجا زنده بیرون بره، اما اون خر میشه و لطفش رو رد میکنه. دانکن فوراً میره سمت عمارت بلوط و نگهبانا که استیل گنگشو میبینن دونه دونه از اونجا فلنگو میبندن و دانکن هم راحت میره تو اتاق بلوط و سرشو از بدنش جدا میکنه. خلاصه دانکن کامیلو پیدا میکنه و با خودش برش میگردونه به کلبش، اما صبح روز بعد میبینه کامیل تو تختش نیست و به جاش دانکن عکسای پدر و مادرش رو میبینه که قبلا تو اون عملیات باعث مرگشون شده بود. بعدش کامیل یه اسلحه رو به سمت دانکن میگیره و میگه مادرم رو وقتی کشتی باردار بود و بعدش میپرسه که چرا این کارو کردی. اونم میگه به هم اطلاعات اشتباه داده بودن و به خاطر همین سالها کابوسشون رو میدیدم. آخر داستان هم میبینیم که دانکن از کامیل میخواد که بهش شلیک کنه، اما اون این کارو انجام نمیده و به نظر میرسه که دانکن رو به خاطر اشتباهش بخشیده. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.